کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هموطنان عزیزم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که با هزاره شعر بار دیگر خدمتتون رسیدم و ابیات شاهنامه از ابیات دلگزای شاهنامه. در ایام پیری فردوسی بزرگ آنقدر نداره که گوسفندی سر ببره و طعام روزانش کنه، برای همین میگه خوش به حال کسی که اینطور بوده. خب طبیعی است در تمام تاریخ کار فرهنگی، کار هنر، کاری برای انسان هزینه بزرگ داره و فردوسی از خودش و مال و دارایی خانوادگیش صرف کرد برای اثر بزرگش. در نوبت این برنامه قراره که از شاهنامه فردوسی در مقایسه با دیگر متون حماسی ملل مختلف جهان سخن بگیم و مهمان بسیار گرامی و فرهیخته‌ای داریم که به جاش معرفی خواهم کرد. فکر میکنم بحث بسیار جذاب و مفیدی باشه. همراه ما باشید، هم ما رو خوشحال میکنید و هم انشالله از فایده این بحث همه با هم بهره مند خواهیم شد.